توی همون زمانی که آقای آذری جهرمی وزیر شدن، شما دفتر ما تماس گرفته بودن، شما با من صحبت کن، ایشون هم اقدام کرد. بعد و فرمودن، یادمه دفترشون تلفن رو بس کردن، گفتن که من کلیپ بر از شما برای من فرستاده یه نفر توی شبکه‌های اجتماعی، گفته ببین در مورد لزوم سواد رسانه‌ای. حالا که شما ایشون یه خلقی داشتن، خیلی باهوش بودن، یعنی افراد مختلف رو جذب می‌کردن و نگه می‌داشتن. بعد گفتم ما در خدمت هر کمک از دستم بر بدن انجام میدم. حالا دولت روحانی ها اینا وزارت اطلاعاتی ان رفتن اون تو ها. خب ببین یعنی وزارت اطلاعاتی آخرش میشه وزارت ارتباطات دیگه، خب چون حوزه مخابرات و اینا خیلی مهمه برای امنیتی ها. بعد خدمتشون حالا وزارت اطلاعات بودن بعده، خب نه این به معنی که چیزی نیست از امنیت کشور. آره اونجاش که سیاسی بازی میکنن، کثافت کاری میکنن، بده چه میخواد سپاه باشه، میخواد نیروی انتظامی باشه، میخواد ارتش باشه، هر جا باشه. بعد ایشون شماره تلگرام من گرفت، من از این 201 داشتم، این مجازی ها گرفتم. خندید، حالا بعدم اینو بگیم میدونم بعد گفت یا نه چه، حالا مثلا یه 201 گرفتی بکری نمیتونی ما در بیاریم مثلا چه، گفت کلش زیر نظر مونه. حالا آقایینی که خیلی نگران سیانت و اینجور چیزا هستید، من اینه همه رو دارم، همه رو دارم، شما فکر میکنید خیال خوشی داری داره اینجوری به شما، برای همون هم اجازه میدن شما استفاده کنید. وزیر سپاسات گفتن خیالتون راحت بشه دیگه. آره یه هم خیالتون راحت بشه و الله همین سیگنال تا اومد بالا همچین هم بیخ بستنش که اینا جالب، اینا حالا با فیلتر شکن که وسیم فیلتر شکن هم مال خودشونه، خود همینا بهتون میدن. آره ساده ایت شما. خب بعد اونو که بهتون میدن، بعد شما چیکار میکنی؟ با اون فیلتر شکن میری برات اسمس داره میاد، برای اسمس گوشی موبایلت میاد عزیزم، شما نمیزنی چرا اسمس داره میاد؟ نمیتونه اونو ببنده که اسمس برات نیاد. خب بعد یه من رفتم مشهد رشت، یه سخنرانی داشتم، اون موقع بود که این یه نفر زده بود با غم یکی کشته. آره. بود خب بعد من اونجا یه نقدی کردم با آذر جهرم، گفتم بابا ببین چقدر یله است، یکی میزنه یکی میکشه، ما بیایم اینو اسینت کنیم، بیایم هوش مصنوعی سوار کنیم، ببین که ببین این آدم مدت ها قبل تو پیجش عکس اسلحه میذاشته، یه نفر نمیرفته بگه این اسلحه تو کجا بری باش عکس میگیری، با شاتگان، با نمیدونم اسلحه کمری، با کلاشینکوف، تو چی کاره ای که داری اسلحه گرم دستته؟ برن بگیرن یارو رو، همون زده آدم کشته بود. خب من توی سخنرانی همین گفتم، آقا ایشون دیگه روابط ما تیر و تار شد، چه انتظار داشت که دیگه من دم رفت توی اینستاگرام جواب داد. ببین شما یه چیز توییتری رو بکشونی توی اینستاگرام زردش کردی، توییتر 240 کاراکتره، چقدر بیشتر اجازه نمیدن. اینستاگرام برو، توییتر نظر نمیتونه پاک کنه، اونجا میتونه پاک کنه، ادیت نمیتونی بکنی اونجا، ادیت میتونی بکنی. خب کشون اون طرف، یعنی جبهه قدرتیشون تو اینستاگرام بود، چون پیجش من نداشتم اصلا. خب دیگه این منتها به اسم من رایفی با کلی هوادار دارم من تو همون اینستاگرام، اصلا حمله ها شروع شد، این به پیج اون به پیج اینا، دیگه خود روابط تیر و تار شد. گذشت و میخوام بگم اینجوریه، ببین اصلا خیلی دارم واقعا صادقانه هر چه بفرمایید اینطور نبوده. خب و مشکل شخصم خدا گواهه با ایشکی ندارم. گذشت و تا این ماجرا چیز پیش اومد، ایشون یه پهباد پست هوایی اومدن رونمایی کردن. خب کار خوبه، در مورد مدرنیزاسیون کشور خوبه، اصلا یه دیدگاه جدیده، نگاه جدیده که آقا ما به پست بتونیم هوایی بیاد فلان بیاد. منتها قاچاقچی‌ها مدت‌ها قبل از همین روش چیز می‌کردن، تراک از اون ور مرز می آوردن، یه جی پی اس مبدا مقصد میدادن، میافتن میشستن میرفت اونجا میذاش میومد. خب بعد ایشون گفتش که توی توییتر فرمودن که بیاید بگید اسم این چی باشه، یه رندی هم از این کاربرا اومد نشخ مگه نمیگه پهباد پست هوایی مخفف میشه پپه، اسمش بذار پپه، اسمش پرس گذاشت مردم بذارن. بعد دیگه نامرد مردم هم ریختن امت حزب الله، امت همیشه در سنه، به اون رأی دادن، اون شد اول. گفت آقا جونم توی زگه حالا باید بذاری، گفت آقا این دستاورد بچه های زحمت کشیدن مهندس هامونه، خب من میذارم پپه. اسم اون کاربر سجاد بود، گفت منم میذارم سجاد، اونم قشنگ زده دیگه. خب بالاخره این اطلاعاتی ها یه هوشی دارن که رفتن توی اطلاعات. خدمت شما عرض بکنم که این گذشت و خب ما امیرآباد تهران یه پهبادی که بلند کرده بود روز دعوایش بگن زدن، من اون روز خیلی تو ذهنم یه جرقه زد که از فردا هر کس پهباد بلند کنه فکر کن زد در مورد ما رزمندون رفتن جنگیدن، مردم صدا گوله نشتم اونجا تق 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 صدا را آر. بعد بچه ها رو جمع کردم گفتم آقا چجوری میشه یه پهبادونشون، گفتن مدل های مختلف هست، رفتن تحقیق کردن واد مهندسون،
گفتن آقا نمیدونم یه سری عقاب پرورش میدن، رو هوا میگیره، پهباد تور میندازه، جمعیر انجام میدن، جمعینگ انجام میدن، منطقه کلا الان بعضی جای تهران که شما رد میشید یا جی پی ستون شوتتون میکنه بر دیگه، جمعینگ روشنه، دستگاه جمعینگ روشن که خوبم نیست من بگم. خب بعد مدل های مختلف و ما رسیدیم بهترین مدلش رو شروع کردیم، ساختیم، انجام شد. این قبلترش ما ساخته بودیم، ما یه سال از ساختمون گذشته بود، یکی دو تا این دستگاه رو داده بودیم به درخواست کننده و اینا. بعد من گفتم الان وقتش اینو رونمایی کنم. ما یه شبیه توییت ایشون که زده بود تا ببینم مثلا یک روز دیگه خبر مهم، حالا خبر مهم همین چیزه بودن به هوا بود. آقا مؤمن شما فکر کنن تو مملکت ما این اومده نشسته جلوی در خونه یه نفر مثلا یه پشت بومش همسایه بلندش میکنه موتوراشو وا میکنه بسته بزنم در میره چجوری میخوای شما بگیری فلان یه خود ایناش باید تعمیل. اما میخوام بگم چیز رسانه‌ای بود دیگه، اینش خوب بود. آره من همون اولم گفتم. بعد ما اینو رونمایی کردیم، رفتیم توی منطقه ته غرب تهران سمت منطقه شهید بابایی، اینجا مجموعه بود، اومدن تست کردن، تست کردن، تست رو جواب داد و دوباره ببخشید غرب، آره شرق تهران، رفتیم منطقه شرق هم تهران و ته اتوبان بابایی. بعد تست شد و همونجا من فیلمی هم ضبط کردم. گفتم حالا آخرش هم شوخی میکنم، اگه یه وقت پپه اومد تو حریم شما بایین پپه کش میتونید به کشتش کنید، مثل پشه پشه کش مثلا. آره خب یه مخته مقابل اونه. خب هر دوتا دستاورده مهندسی. فرداش اتفاق افتاد، 40 خورده خبرگزاری و سایت با دستور وزارت ارتباطات یک خبر دروغ انتشار که چند وقت پیش یه هواپیمایی داشته خدمت شما عرض کنم میومدنم کجا، این دستگاه جمینگ نمیدونم چی چی جی پی اسش از کار انداخته و ضمنی میتونه دستگاه رایفی پور باشه. کار به یه جای رسید که دیگه این اواخر گفتن ده هواپیما اوکراینی هم همین رایفی پور انداخته. حاجی زاده ما میگه گردم هم مو باریکتر نه همین انداخته. خب ما فرداش گفتم سریع گفتم مصاحبه کردم، گفتم اینجوری نیست، حالا مصاحبه من کی پخش میکنه؟ هیچکی. بعد تو مسافه خودم بزنم برم یه خبر بزنم، یه خبر بزنم 2000 43 4 تا فکر کنم بودن خبرگزاری و سایت که اون زد. ما تو مؤسسه تلفنش ضبط میشه به اینو تماس میگرفتیم که حجت باشه، گفتم ما این دروغه ها، این مسابقه کردیم اینو ببینید ازشون شکایت میکنیم ما نشر اکاذیبه. بعد یکی از اینا خبرگزاری ها این پایگاه خبری بود، خانم نه دای بادمجون صحبت میکنه چه صدا جلزه ولزش هم میاد، قشنگ میگم بابا ما پول دادن ما اینو بذاریم، ما هنوز صوتو داریم، تبلیغ. آره تبلیغه، گفتن خبر بده. بعد روابط عمومی ایشون اومد تو بخش یکی از بخشای ایرنا، مثلا بخش اقتصادی ایرنا، چی بی ربطی، گفت منظورمون من نگفتم رایفی پورها، گفتم دستگاهی از این دست کجا دارن تولید میشن و آسیب نزن. خب یعنی به قولی گفت زدی ضربتی ضربت نوش کن، ولی تو وزیر ارتباطاتی زورت بیشتر